حوزه علمی سید الشهدا در شهر مقدس کربلا از مراکز علمی مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی به مناسبت ایام محرم الحرام میزبان مجلس اعضای سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام خواهد بود. این مراسم که به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام پخش خواهد شد، هر روز بعد از اذان ظهر به مدت 10 روز برگزار می‌گردد. سخنران این مجلس اعضا شیخ مصطفی بهرمند می باشد و مادهین اهل بیت عصمت و تعالی علیهم السلام علی غفوری کربلایی، حسن نعمت اللهی و محمد رضا بیات به روزه‌خوانی و مدیح سرایی خواهند پرداخت. و اما خبری از کشور یمن. وضعیت کودکان یمنی بر اثر وخامت اوضاع معیشتی ناشی از جنگ و محاصره و اوضاع پیچیده انسانی بسیار فاجعه بار است. گزارش های سازمان های بین المللی حاکی از آن است که حدود 6 میلیون کودک یمنی با خطر گرسنگی مواجه هستند و به شدت به کمک های غذایی و دارویی نیاز دارند. حمید رفیق مشاور وزیر بهداشت یمن گفت سوء تغذیه کودکان یمنی شدید و خطرناک شده است و تعداد مرگ و میر کودکان نیز در حال افزایش است. گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که نزدیک به 22 میلیون یمنی به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. بحران انسانی در یمن در واقع یکی از بدترین بحران‌ها در جهان است. مسئولان دولتی و مدیران مؤسسات خیریه و غیر انتفاعی در شهر مقدس کربلا حمایت خود را از طرح توسعه مؤسسه مصباح حسین علیه السلام برای زیارت اربعین اعلام کردند. عبدالصاحب الکشوان مدیر مؤسسه مصباح حسین علیه السلام در گفتگو با خبرنگار اخبار شیعه گفت این مؤسسه همچنان جلسات هفتگی خود را برای بررسی چشم‌انداز بزرگ اربعین 50 میلیونی در سال 2030 برگزار می‌کند. الکشوان تصریح کرد در این جلسه همچنین شاهد حضور مدیر بخش عملیات هلال احمر در شهر مقدس کربلا آقای عدنان جواد بودیم که ما را در جریان و کار و تعداد داوطلبانی که در زیارت اربعین خدمت می‌کنند قرار داد. وی در ادامه توضیح داد همچنین با توجه به افزایش جمعیت میلیونی در ایام اربعین حسینی پزشکان و متخصصان نیز اعلام آمادگی نمودند. شایان ذکر است پروژه چشم‌انداز کربلایی اربعین 2030 با 50 میلیون زائر در اربعین یکی از چشم‌اندازهای مهمی است که از سوی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام مطرح و از جانب آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی تأیید و تأکید شده است. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ حملات تروریستی و تشدید سرکوب علیه شیعیان در تعدادی از کشورها را همزمان با تدارکات سالانه برای بزرگداشت عاشورای حسینی رصد کرد. این سازمان در بیانیه ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است گفته است که در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان و ایران به دلایل فرقه‌ای مواردی از تخلفات حقوق بشری که توسط مقامات رسمی و سازمان‌ها و گروه‌های افراطی صورت گرفته است را رصد کرده است. این سازمان همچنین در بیانیه خود تأکید کرده است که آیین‌های عاشورا و ایام عزاداری در شهادت امام حسین علیه السلام یک عمل عاری از هر گونه ملاحظات سیاسی و نژادی یا بعد فرقه‌ای است. این سازمان همچنین ضرورت بازنگری در رویه‌های حکومت‌های اسلامی در خصوص احیای شعائر حسینی و عدم ربط دادن ابعاد سیاسی، منافع منطقه‌ای یا فرقه‌ای به آنها را خواستار شد. و در ادامه خبری از کشور بحرین. مرکز حقوق بشر بحرین از مقامات بحرین خواست تا آشتی ملی را برای دستیابی به اصلاحات همه جانبه سیاسی و حقوق بشری آغاز کنند. همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را فوراً آزاد کنند، عدالت را برای قربانیان تأمین کنند و از هدف قرار دادن مخالفان و فعالان خودداری کنند. مرکز حقوق بشر بحرین درخواستی فوری به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هیئت‌های دیپلماتیک و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد ارسال کرد تا حکومت بحرین را برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در این کشور تحت فشار قرار دهند.
این مرکز در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی نلسون ماندلا که مصادف با 18 ژوئیه 2023 هر سال است گفت بیش از 1300 بحرینی که زندانی سیاسی و عقیدتی هستند در زندان‌های بحرین به سر می‌برند. این افراد در شرایط سخت و غیر انسانی و تحت آزار شکنجه مداوم و خطر مرگ قرار دارند. این مرکز از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا بحرین را برای رعایت و توصیه‌های خود و اجرای تعهدات خود در زمینه حقوق بشر تحت فشار قرار دهد. و آخرین خبر این که نماینده ویژه پاکستان پیش از آغاز سفر 3 روزه خود به کابل از دولت طالبان خواست تا سران TTP را به اسلام آباد تحویل دهد. در پی افزایش تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل، آصف علی خان درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، چهارشنبه 28 تیر برای سفری 3 روزه وارد کابل شد. درانی در آستانه این سفر به داون نیوز گفت اسلام آباد از دولت افغانستان می‌خواهد رهبران تحریک طالبان پاکستان را به پاکستان تحویل دهد تا آنها را به خاطر جنایات خود به دست عدالت بسپارند. پیش از این نیز ژنرال آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان در نشستی با فرماندهان پایگاه‌های ارتش این کشور مدعی شده بود جنگجویان TTP در افغانستان به پناهگاه و جدیدترین سلاح‌ها دسترسی دارند.